بحث پوزیشن ها، اینکه یک المنت توی صفمون جا که خودمون دلمون بخواد باشه. ما زمانی که توی استایل ها یک ویژگی رو برای اون المنت میذاریم پوزیشن، یعنی شناور شد. مثلا چی؟ ببینیم توی صفمون چی ها داریم. من این دوتا رو الان کد میکنم دیده نشه. اینجا یه باکس میذارم، اوکی؟ به این صورت کنترل شیفت سلش یا براکت باز علامت نقیز یا تعجب دوتا دش براکت بسته، هر چیزی که ما بین این باشه تبدیل به کامنتش. توی اون باکسمون که فلوت داره، فلوت رایت فلوت لفت، اینجا من میخوام یک باکس ایجاد کنم. باکس رو با چی ایجاد میکردم؟ دیوی دیگه تکلم، و براش یه عرض انتخاب بکنم، میذارم 100 پیکسل و یک ارتفاع براش قرار میدم، اونم 100 پیکسل. یک بک‌گراند کالر قرار میدم با آردوی با RGB یا کد هگزا یا تکست، درسته؟ D2355. بچه ها برید تحقیق کنید که این شارپه و این کد هگزا چجوری به وجود میاد. شما از RGB استفاده کنید، رنگ ثابت رو بهتر رو و همون چیزی که همه جا میتونید ازش استفاده کنید. این هم خوبه یاد بگیرید. و من این کد رنگ رو بهش دادم، درسته؟ تو خروجی الان من همچین چیزی رو دارم. بخوام بره سمت راست چیکار باید بکنم؟ فلوت رایت، سمت چپ خودش بشه فلوت لفت. حالا من میخوام اینجا باشه، درسته؟ دیگه نمیتونیم کار کنیم دیگه، باید بریم سراغ پوزیشن ها. براش می نویسم که این باکس به رنگ مجنتا یا سرخابی D2355 براش قرار میدم که تو پوزیشن داری، یا ریلیتیو یا ابسولوت یا فیکسه. استاتیک هم که یعنی هم حالت اولش هیچی نداره. من براش قرار میدم که تو ابسولوتی، یعنی شناوری. بعد با تاپ لفت رایت باتن چیکار میکنی؟ جاشو تغییر میدی. من اگر بخوام پایین باشه از چی استفاده میکنم؟ میذارم براش بایستی در بر راست رو براش تعیین میکنم، فرقی نداره بچه ها. سمت راست صفر، درسته؟ شناور شد دیگه، پس رفت سمت راست صفر. من راستش سه، از سمت راست صفر پیکسل، هیچ فاصله ای نداره. نگاه کنید چسبید اینجا. اگر من بذارم از سمت راست 200 پیکسل، نگاه کنید 200 اومدیم، بذارم 300 تا میاد این ور، بذارم 500 تا، نکنید هی داره تغییر میکنه. حالا اون عدد رو بهش میدیم، جاشو انتخاب میکنیم. حالا هم میخوام بگم از سمت پایین صفر باشه، میام پایین. بچه ها این فرقی نداره کجا بنویسید، شما حالا تمیزتر هم کار میکنید در آینده. از سمت پایین صفر نگاه کنید، حالا سمت راست و پایین با هم صفر باشه، چه اتفاقی میافته؟ آفرین، دقیقا نگاه کنید، شناور دیگه روی همه المنت های ما. نگاه کنید من میخوام بیارمش بین این دوتا خطا، خب عدد رو باید انقدر تغییر بدم پیدا کنم. الان بهت میگم، بذار اینو ببین جواب سوالت رو پیدا میکنی. 50 پیکسل بیشتر ببخشید 500 پیکسل یا 650 پیکسل، از سمت پایینم بهش عدد میدم 400 پیکسل، درسته؟ حالا عدد رو انقدر تغییر میدید اونجا که دلتون میخواد باشه. استاد این ویژن اگه داخل کانتینر نمیشی دیگه نمیذار بیرون، درسته؟ میگم بذار بهش دارم رکورد میکنم، میگم بهش. نگاه کنید بچه ها، اونجا که دلم خواست افتاد، درسته؟ ولی نه این نیست، این شناوره. نکنی طبق رزولیشنی که وجود داره، من ضبط رو زدم تغییر کرد،
صفحه‌مو کوچیک میکنم، کلا تغییر میکنم اونجاش. میبینی؟ مثل پرینتر سبودی ایکس وای زد داره میزنه. شناور، اگر من میخوام یک تبلیغ رو وبسایتم بذارم، یادتونه خدا بیامرز اون وبسایت بلاک فای قدیم بلاک فای بود، یعنی بلاک بود یادتون میاد، همیشه این بغل یه تبلیغی بود، این با اینه تبلیغش هم چه بود یادم میاد، ویزای کانادا، همیشه این بود تبلیغش. من سمت راست صفحه 10 پیکسل و سمت پایین 10 پیکسل، این ثابت همینجاست. اگر صفحه کوچیک شه مهم نیست. 10 پیکسل سمت راست و 10 پیکسل سمت پایین داره. می‌بینی؟ این پوزیشن ابسولوته. یعنی شناور شده. هر جای رزولوشنی که براش تعیین کنید همونجا قرار میگیره. دارم میگم هر جای رزولوشن. نمیتونم بگم هر جای این باکس. دارم میگم هر جای رزولوشن، هر جای صفحه. نه این باکس و این محدوده. پس این میشه چی؟ پوزیشن ابسولوت. اگر من بذارید من اینو یه اینتر بزنم، اینجا هم یه اینتر بزنم، این صورت. اگر من بچه صفر دیگه پیکسل نمیخواد دیگه، درسته؟ اگر من این رو سمت راست و پایین رو صفر قرار بدم، بالا صفر قرار بدم و لفت صفر قرار بدم و مارجین آتو براش بذارم، دقیقا وسط رزولیشن قرار میگیره. چه کوچیک شه چه بزرگ شه، برعکس دارم میگم. اوکی؟ به درد چی میخوره؟ بالاخره یه به درد میخوره دیگه، برای ساختن پاپ آپ همون. پاپ آپ دید روی دکمه که کلیک میکنیم وسط صفحه یه چیز باز میشه، یه باکس باز میشه، میگه ثبت نام کن یا وارد شو، به درد این میخوره. یه باکس رو به وجود بیاریم مثلا برای ورود، دکمه شو اینجا میذاریم، روش کلیک میکنیم، وسط صفحه برامون ظاهر میشه، میگه یوزرنیم پسورد رو بزن وارد شو. به درد این چیزا خیلی میخوره، خیلی خوبه پوزیشن استفاده کردن برای این چیزا. و این نمیتونیم بگیم که من یه باکس اینجا ایجاد کنم کلا با پوزیشن، خب به هم میریزه، دو رزولوشن های متفاوت به هم میریزه. اما برای اینجور چیزها خیلی خوبه. دقیقا این از سمت پایین و سمت بالا و سمت راست و سمت چپ صفر قرار دادیم برای رابا مرژین آتو، این آوردیم مرکز رزولیشن همه، درسته؟ حالا من میخوام بگم جا اون ورتیکالی ها رو قبول نمی کنه، هوریزونتال ورتیکال برای وسط بودن. اوکی؟ اینجوری هم میتونید بذارید، از سمت راست و از سمت بالا یا پایین یا چپ بالا 50%. خب 50% بعدش هم میدونیم که 50% سفر رو داره میگیره، پس وسطه. اینجوری هم میتونید قرار بدید برای وسط بودن اون المنت. بهتر هم هست، داده پروپرتی ها کمتری داری وارد میکنید برای اون المنتتون. من اینو به وجود آوردم، یعنی یه باکس به وجود آوردم که یک استایل داره، که داخل این استایل عرض و ارتفاع و رنگ و پوزیشن و موقعیت اون پوزیشن وجود داره، درسته؟ برای چی؟ برای اون المنت شناور، و اون به صورت دیفالت داره رو رزولیشن قرار میگیره. حالا ما میخوایم اینو تغییر بدیم، درسته؟ میخوایم اینو تغییر بدیم، بگیم که این پوزیشن ابسولوت داخل این المنت این اتفاقا بیافته، این ارز این پروپرتی تاپ و لفت و رایت و باتم رو بگیره، به نسبت اون خودش رو تعیین کنه. چه جوری؟ خیلی راحته بچه ها، بحث ریلیتیو، پوزیشن ریلیتیو. ریلیتیو در واقع یک زنجیریه میافته دور اون المنت، یه قفل آویزش میزنه، میگه حقی نداری دیگه از این بزنی بیرون، درسته؟ خودت باید به نسبت این المنت خودت رو جایگاه تو تعیین کنی، اونجا بری وایسی. پس چه کار میکنیم؟ به راحتی برای المنت پدرش که میخوایم داخل اون باشه، به راحتی براش می‌نویسیم پوزیشن
ریلیتیو نگاه کنی. تو اینجا که قرار گرفتید باید ارزو باید تاپ و لفت و رایت و باتم رو عدد بدید بهش. میخواید بگید کجای این خودش رو قرار بده. درسته؟ من میگم تاپ از سمت بالا 10 پیکسل و از سمت پایین و از سمت راست 10 پیکسل. دیگه مارجینات هم لازم نداره. درست شد؟ حالا به جای تاپ باتم بذاریم. درست شد؟ دیگه از این نزد بیرون. چرا؟ دقیقا باکس پدرش ریلیتیو شد. حالا شما میتونید این محدوده رو ریلیتیو کنید، این محدوده رو ریلیتیو کنید و این داخل اون باشه. اگر نباشه به صورت دیفالت بادی رو داره ریلیتیو میگیره، خودش رو برای بادی تعیین میکنه که همون رزولیشن هست. درسته؟ بگم گفتیم که این پوزیشن چی بود؟ ابسولوت بود. درسته؟ اگر ما خروجی میگرفتیم از این کارمون، اگر اسکرول میخورد حرکت میکرد پوزیشن ابسولوت. برای اینکه این ثابت باشه سر جای خودش اپوزیشن فیکسد استفاده میکنیم. فیکسد اسمش روشه، فیکسش میکنه اونجایی که براش تعیین کردیم. تو خروجی دیگه تکون نمیخوره اون پوزیشن فیکسد ما، خیلی جا به درد میخوره. مثل منوهایی که مثل هدری که باید تو اسکرول ثابت اون بالا بمونه، یه دستی سریع به ما به اون هدر یا منو میده. شما الان اینو باید تمرین کنید پوزیشن فیکسد رو. اگر این هدر من درسته پوزیشنش فیکسد می بود، پوزیشن فیکسد چی شد؟ ارتفاع دارد؟ نه، عرض نداره. عرض رو حتما باید بدیم زمانی که پوزیشن قرار میگیره برای المنت. عرض نشه دیگه جمع میشه. عرض حتما باید بدیم. من عرضشو میدم چی؟ دقیقا 100%. و ارتفاع چیه؟ این باکسمون چی هست؟ 80 دیگه. عرض 80 80 پیکسل و ارتفاعی داره دیگه. اوکی 80 پیکسل. الان دقیقا شد چیزی که شما به وجود آورده بودین بچه‌ها. همین نگاه این باکس انگار کوچیکه. کوچیک نیست، در واقع شناوره. این افتاده روی اون یکی باکسه. این باکسمون زرده. نگاه کنید به اندازه باکس اصلیمون، یعنی هدرمون 80ه. پس 80 پیکسل بیاییم پایین. اوکی، من الان یه فاصله گرفت بهش دادم. حالا به باکس اصلیمون، به باکس اصلیمون که گفتیم اگه بریم سراغ کلاس ها یه اسم براش میذاریم، مثل باکس پیج، مثل مین، یه هر چیزی که دوست دارید. اوورفلو رو برابر با اورلی قرار میدم. یک فاصله هم بیشتر بدم، 80 مارجین برای باکس زرد. مارجین تاپ رو دادم 80، بیشترش میکنم 85. اوکی درست شد؟ نگاه کنی ولی الان رفت تو بحث چی؟ اوورفلو. اورلی قرار میدیم چی میشه؟ فکر کنم تو کار کردی اگر با بوت استرپ اینو قبلا کار میکنی. میگه من وجود دارم. زمانی که براش اورفلو برابر با اورلی قرار میدی میگه که از محدوده من استفاده کن. محدوده من شناساییشه. ولی وقتی نمیذارید محدوده رو متوجه نمیشه. این فقط برای باکس پدر اوله ها، جای دیگه استفاده کنید هیچ مشکلی نمیخورید. بعد دقیقاً باکس اصلی. نه هدر برای المنت اول پیجمونه. جای دیگه استفاده اگه به مشکل خوردید برای اونم باید شناسایی رو بذارید. اگه اورفلو رو برابر با اورلی نذاری
تو باکس های دیگه فکر کنم به مشکل نمیخوری. اما اگه همچین اتفاقی افتاد تو مارجین تاپ خود اون کل اون پدر جابجا شد، اورفلاشو برابر با چی قرار میدی؟ اورلی. همین. اصلا هم نمیخواد بدونی چی و چی کار داره میکنه چون کارهای خاصی نداره، فقط همینه. که بهش یه مارجین میدی به جای که خودش جهت بگیره از اون حالا مارجین تاپ لف یا رایت اوف واسه میگی بهش میدی، کل پدر رو، کل باکس رو داره جابجا میکنه. اگر همچین اتفاقی افتاد براش چیکار کنی؟ اورفلو برابر با اورلی. برای چی؟ برای پدر. همین. هیچ جدی به مشکل نمیخوره. من توی خیلی از وبسایتایی که الان ساختم برای کمپانی‌ها، برای شرکت‌ها، برای افراد همچین چیزی داره بر نخورده بودم. فکر کنم دو سه تا پروژه‌ام هستش که همچین چیزی رو به وجود آورده، مشکلی رو به وجود آورده. اگر پدر که خودش یک ایونت خاصی هم داشته باشه، مطمئنا تو اون ایونت براش می‌نویسین که کجاست. مثلا اگر با جاوا اسکریپت اومده باشه، کرییت شده رو صفحه، با جاوا اسکریپت نوشتیم کجای صفحه است. پس اورفلوشو برابر اورلگ قرار نیست بذاره. اصلا مشکل نمی‌خوره. خودش شناسایی شده که کجای صفحه است. اگر همچین مشکلی خوردیم اورفلو، اورلگ، همین. بعد چیکار می‌کنید؟ حالا فکر کنید اینو بلدید یا اصلا همچین اتفاقی همچین مشکلی به وجود نیومده. چون شما الان یاد گرفتین اگه اتفاق افتاد اورفلو، اورلگ. بچا من چیکار کردم؟ باکس اولیه. باکس اولام. که رفته بود زیر اون باکس شناور رو بهش چی دادم؟ مارجین تاپ دادم، گفتم از بالا 80 پیکسل 85 پیکسل فاصله بگیر. یعنی از اینجا شروع شد باکس های من. چرا؟ چون این پوزیشنش فیکسده، شناوره روی المنت هاست. میکنید وقتی تکون میدم این اسکرول رو میارم پایین، اون بالا ثابته، حتی رسیدیم به فوتر ولی اون ثابته اون بالا. اوکی؟ خیلی هم به درد میخوره، خیلی هم خوبه. حالا یاد میگیریم که اگر اینجا المنتی داشته باشه اینه کمی شیشه ای کنیم، الفا ار جی بی، کمی شیشه ایش میکنیم، نه تو حالت عادی. زمانی که اسکرول تکون خورد با میریم سراغ جاوا اسکریپت جکوئری بهش میگیم اگر رسید به 100 پیکسل، یعنی چی؟ اگر رسید به اینجا، اگر این فیکسد نباشه میره بالا دیگه، رسید به اون قسمتی که مدلمون میخواد اون پوزیشنش فیکسد شه، یا میافته رو المنت ها و اپاسیتی هم مثلا بگیره، شیشه ای هم بشه بفهمیم زیرش چیه. خیلی کارا میشه کرد. شما این الان یاد بگیرید، تستش کنید. الان یاد گرفتی، فقط اگر بچه من تعدادی اینجا تگ A گذاشتم. تگ A چی کار میکنه؟ لینک رو ایجاد میکنه. یعنی A یه محتویات، درسته؟ این محتویات لینک میشه به کجا؟ به HREF. حالا تو HREF هر آدرسی که بدیم، مثلا من میگم برو تو سایت مثلا http://. اگر لینکمون چی باشه؟ خارجی باشه، یعنی خارج از پروژه همون باشه. اون یکی از چی استفاده میکنی؟ http://. حالا اگر اون وبسایت https باشه بعد براش آره بنویسید. مثلا من میخوام بگم برو تو این سایت، وقتی زدم روی صفحه نخست، روی محتویاتش، نگاه کنی یه خط افتاد این زیر، اگر بزنم میره تو سایت .tostay. اگر نه داخلی باشه فقط اسم اون پیجمون و آدرس اون پیجمون رو میدیم. مثلا من میگم صفحه نخست باید بره تو index.html، درسته؟ اگر ما پیج دیگه ای داشته باشیم، من میخوام یه پیج دیگه درست کنم، اسمش چیه؟ آره ارتباط با ما، و بکنم گالری زدم، آره گالری ارتباط با ما. مثلا کانتکت، مثلا اباوت، مثلا گالری، درست شد؟ حالا برای گالری رو من ساختم، میخوام از همین یه دونه کپی کنم بیام اینجا پیست کنم. گالری و صفحه ایندکس رو دارم، درست شد؟ نگاه کنی اگه من خروجی بگیرم دو تا صفحه من دارم، صفحه یک گالری، یک HREF داره، اینم
و زدم گالری. اوکی اینم نه گالری صفحه نخست، گالری صفحه نخست. بچه ها باید رعایت کنیم، مثل هم باشن. میبینید اینجا رو داره تغییر میکنه، الان صفحه گالری هم، الان صفحه ایندکس هم، چون شبیه به همه مشخص نمیشه. بچه ما باید فوتر و هدرمون رو رعایت کنیم تو همه پیج شبیه هم باشه، نریم تو مثلا صفحه نخست ایندکسمون یک هدر و یک فوتره، بریم تو گالری فرق کنه. طرف میگه فکر میکنم اشتباه کردم، رفتم تو یه سایت دیگه، تو همون سایت نیستم. محتویات فرق کنه، مثلا این تو صفحه گالری این فوترمه و چند تا سکم، چند تا باکس اینا صفحه نخست و گالری، درسته؟ به این شکل. و اگر بخوام اینو بیان سمت راست باید چیکار کنم؟ جا؟ بعد دایرکشن رو میتونیم RTL بدیم، ولی برای پدر اون هدر از میتونیم تکست الاین و راست، یا اگر فلوت بدیم چرا، این میتونیم همچین چیزی رو به وجود بیاریم براش. ولی وقتی که فلوت ما میدیم حتما باید همه چیز رعایت بشه. اگر همه المنت ها مقرر از سمت راست باشه با تکس الان میتونیم، اما اگر یه دونه لوگو هم این برداریم دیگه نمیتونیم کار بکنیم، لوگو هم میره این برد. پس همون فلوت لفت فلوت رایت. چون دوست داری با UL و LI برای خودت منو به وجود بیاری؟ بهتر و بدتر نیست، همه چی میتونه بهتر باشه. آره، ولی من خودم همیشه سعی کردم با DIV باکس درست کنم، اون بالا بذارم، دسترسیم راحت‌تره برای همیگه پروپرتی باشه، راحت‌تر میتونم همه کار بکنم. مثلا به UL اگر بخوام بگم با jQuery مثلا یک کلاس رو اضافه کنم، باید بذارم UL اون کلاس، باید برم داخلش LI و فلان. آره یه DIV میذارم، یه باتن میذارم، مثلا باتن میذارم استفاده. آشان همه حواستون اینجاست؟ خب همون تکس الاینی که دادم به این رو برای اونیکی هم باید رعایت کنم. دوست عزیز پاک دامن جون حواست اینجاست؟ نیست عالی ها یکم ها. پس بهترین راه چیه بچه ها؟ بریم سراغ همون فلوت ها دیگه، به این بگم فلوت رایت، برای اینم دقیقا همون فلوت رایت رو براش بذارم. چرا؟ دلیلش اینه که اینجا قراره یک چی بذاریم؟ یک لوگو بذاریم، برای لوگو میزنیم فلوت لفت به همین راحت. ولی اگر خیلی چیز ساده ایه نیازی نیست، چون ما میخواییم به اندازه ارتفاع خودش برای باکس پدر ارتفاعشو زیاد کنه. الان که من لوگو نمیخوام بذارم پس اون کارامو نمیکنم. همچین چیز رو به وجود آوردیم، یا این سمت این سمت. میخوام اینو بهتون بگم که بچه ها این ای ها به راحتی میتونن صفحه رو تغییر بدن، از این صفحه به اون صفحه بریم. اگر زبان انگلیسی داره وبسایت دو زبانه است، سویچ کردنش میدونی چجوریه؟ اینجوریه که صفحات HTML فارسی توی یه دایرکتوریه، صفحات انگلیسی توی یه دایرکتوریه دیگه است. وقتی من میزنم صفحه نخست، بعد مثلا اونجا یه آیکونیه که روش کلیک کنم بشه انگلیسی، میره تو دایرکتوریش. پس اگر ایو بزنم بره توی ایندکس، میره تو ایندکس کجا؟ همون دایرکتوری خودش. خیلی راحت تر از اینه که همه رو بریزیم اون وسط، بعد لینک ها رو تغییر بدیم. هی اذیت میشه، فقط یه دایرکتوری اضافه میشه، خیلی هم قشنگ میشه. این بالا مثلا اسم دامنمون مثلا فضا98.com.dostake.com/
فا یا ای ان اسلش ایندکس، خیلی هم خوب میشه. یا فقط انگلیسی ها رو بریم بریزیم توی دایرکتوری که اگر رو اونجا لینک رو عوض کرد اون بالا دایرکتوری اسمش میاد مثلا ای ان ایندکس، ولی فارسی رو بزنه دیگه اون ای ان یا فا هم دیگه نداره. راحت آره فکر میکنم اینه نکنید درباره ما تو دایرکتوری خوش داره میچرخه فلان فلان، حالا انگلیسی که بشه تو دایرکتوری خودش میچرخه. تستش کنید راحت دستتون میاد چه جوریه، خیلی راحته. اوکی این کار حتما بکنید. حالا این ای ها بچه ها یه خاصیت باحالی داره، بهش برسیم ببینیم چه جوریه. نکنید من میخوام اون بالا به جای صفحه نخود، حالا این ور اون ور فرق نداره، میخوام 1 2 3 4 تا ای بذارم، بگم مثلا روی ای با این نیم کلیک شد بیاد بره اسکرول سر باکس زرد یا قرمز یا آبی وایسه، میشه لنگر. خیلی به دردمون میخوره تو سایت ها، سایت هایی که توضیحات بلندی داریم طرف نره اینجوری بگرده دنبال اون مطلب خاص، اون بالای کلمات کلیدی باشه روش که کلیک کرد اسکرول میخوره میاد دقیقا سر اون محدوده وای میسه، به دردمون میخوره. آره مثل همون دقیقا اینجا با عنوان لنگر ازش استفاده میکنه. این ورژن قبلیه روی دات یوز بود. میکنید اینجا رو دقیقا اومد همونجا که من میخواستم وایسه، سن کالر این اولیه دایرکشن نکنی اومد روی دایرکشن رایسا، میخوام اینو بگم چجوریه. اوکی اینجا برای پدری تکس الان بذارم توی ایندکس تو همون هده من یه باکس ایجاد میکنم برای فقط دیزاینش ها چیز خاصی نداره، یک باکس ایجاد میکنم و داخلش یه دونه دو تا هر چند تا دلمون میخواد هر چند تا مطلب داریم یک ای میذارم، مثلا میگم رد میخوام بره روی باکس رد اینجا برای من اسکرول بخوره. اوکی میام پایین باکس ردو پیدا میکنم اینه یا اون مطلب دلخواه خودم رو پیدا میکنم اینجا یه آیدی بهش میدم میذارم رد آیدیشو یا باکس رد هر چی که دلتون میخواد. خب یه آیدی دادم درسته همین. حالا تو اون ایه تو اون لینکه براش مینویسم شارپ اسم آیدیه چی بود؟ رد. همین خروجی میگیرم این رد افتاد اینجا دیزاین بهش ندادم که اینجا بیام دو حالا عکس بذارم براش اومد رو باکس رد. حالا اگر اینجا یه دونه منو هم داشته باشین که پوزیشنش فیکسد باشه جالب میشه، اون بالاست پایینش هم باکسی که دلمون میخواد، دسترسی سری هم داریم به اون منو رو هر کدوم که مثلا باکس سبز سر میومد اینجا ناکنید. حالا یکی دیگه این رد بود این مثلا گرینه، میام پایین به باکس سبز براش یک آیدی تعیین میکنم میذارم درست شد این رد نکر ننوشتم رد گرین درسته. حالا شما یاد بگیرید بعدن یک اسکریپت هم میتونید بنویسید سرعت اینو آهسته کنید، بهتون میگم بعدا سرعت اینو آهسته کنید اینجوری آروم بیاد مثلا سر این پوزیشن وایسته. اوکی بچه ها ای و دو تا صفحه بسازید، صفحه رو با ای جا بجا کنید یعنی برید تو صفحات مختلف، بعد این لنگر هم حتما با وجود بیاد ببینید چجوری تستش کنید. بچه ها نگاه کنید این ای و اشرف اگر تارگت رو برابر با underline blank قرار بدم
تو صفحه جدید باز میشه. به جای که همون صفحه رو رفرش کنه تو صفحه جدید باز میشه. نگاه کنیم صفحه نخست گالری، گالری صفحه نخست گالری، صفحه نخست گالری. میبینید صفحه خودم رو از دست ندادم، هنوز همونجا هست. با چیه؟ با تارگت آندرلاین بلند. همین. یه تگی هست به نام فیلد ست و یک لجند. این تگ یک خاصیت ذاتی داره. وقتی برای لجند یک عنوان بنویسیم، مثلا بنویسیم yes. مثلا این توی خروجی یه همچون چیزی رو به ما میده. بذارید یه بی آر بزنم از بغل از پایینی. نگاه کنی پس این سلکت کاری به این نداره. تگ فیلد ست و لجند. لجند چیه؟ عنوانه. یعنی چی؟ یعنی میتونیم داخلش خیلی المنت دیگه ای داشته باشیم. میتونیم به عنوان باکس ازش استفاده کنیم که یک عنوان داره. من هم استفاده کردم. نگاه کنی خب الان دیگه نمیتونی چرا اینجور چی درسته؟ این فیلد ست، این لجند و المنت های داخلش خیلی خوبه. رنگ میگیره، بوردر میگیره، هر همه چی میگیره. شما میتونید به راحتی به عنوان یه باکس ازش استفاده کنید. خودش جای یک عنوان هم داره. باحاله. از این هم استفاده کنید بعدها. تگ سلکت، تگ تیبل، لیبل، تگ لیبل. این تگ به عنوان یک تگی برای عنوان میشه ازش استفاده کرد. مثلا نام کاربری جلوش یک اینپوت تایپه، تایپ مثلا تکست. نکنی نام اسمش، اسم و لیبل، بعد جلوش میاد چی؟ اون اینپوت تایپ تکسته. ببینید میدونی چرا جلو میاد؟ به خاطر اینکه خاصیت دیسپلیش چیه؟ این لاینه. جلوی هم جلوی هم قرارش میده. میبینی؟ تایتلش و چی؟ بله اون ما مارجین. با مارجین دیگه اینا رو اصلا فاصله میدی، دو نقطه تو میذاری فاصله میدی جلوتر و چیزه که دلت میخواد به وجود میاری. لیبل بود. تگ سلکت، تگ سلکت تگ سلکت آپشن میگیره. بچه ها فکر کنید اینا نیست. تگ سلکت چی میگیره؟ آپشن میگیره. آپشن اون محترط داخلیشه. اگر بخواید برای اون آپشن ها یک لیبل بذارید، یک عنوان بذارید، از OPT گروپ استفاده می‌کنید، آپشن گروپ استفاده می‌کنید ازش. بعد اون تکستتون رو براش توی لیبل می‌نویسید. پس چی می‌گیره؟ سلکت، تگ سلکت آپشن می‌گیره. و می‌تونید با OPT گروپ لیبل، با لیبلش، با اتریبیوت لیبلش یه تکسی رو، یک عنوانی براش به وجود بیارید. نگاه کنی میتونیم دسته بندی داشته باشیم. اگر نخواهیم OPT گروپ رو نمیذاریم و فقط اون چیزهایی که حالا وجود داره مثل این. درست شد؟ حالا اینا فکر کنید فاصله شکیه. مثلا میگه جنسیت خانم یا آقا، مثلا میگه تاریخ تولدت انتخاب کن، روز، ماه، سال و غیره. اگر بخواید دسته‌بندی داشته باشید با چیه؟ با OPT گروپ و توی لیبلش اون عنوانتون رو می‌نویسید. همین. و تگ بعدی الان ندارم، فعلا همین. اینپوت ها یا کنترل ها، کنترل ها یعنی اینپوت ها، این ها در واقع یک
مقدار میگیرن یا مقدار دارند. مثلا من اینپوتی با تایپ اینپوت با تایپ تکست میسازم، این در واقع یک فیلدی رو ایجاد میکنه که من بتونم داخلش تکست بنویسم و اون تکست میشه مقدار این اینپوت. برای به چه درد میخوره؟ مثلا من یوزرنیم پسورد پروفایلم رو میزنم، سند رو میزنم، مقدار از اینا با برنامه نویسی مقدار رو برداشته میشه، میره سمت سرور چک میشه، اگر اوکی بود اجازه لاگین داری، اگر نبود میگه این یوزرنیم و حالا آره این نام کاربری و گذر باشه اشتباس یا معتبر نمیباشه. با همینا میسازن دیزاین بهشون میدیم. چطوری؟ به راحتی مثل قبل استایل براش مینویسیم، میگیم مثلا بک‌گراندش فلان باشه، مثلا میگیم که ارتفاعش اینقدر باشه، مثلا میگیم واه چقدر بزرگ، ارتفاعش مثلا 20 پیکسل باشه، مثلا عرضش مثلا 300 پیکسل باشه و اون استایلی که دلمون میخواد در اوکی نکنید. من داخلش دارم چیز نمیسم، چقدرم رنگش تیره شد، رنگ بهش نمیدم که همون دیفالت سفید بمونه. ببین ده از همونه دیگه، بعد نکنید یا فارسی پس اینپوت با تایپ تکست چیا برای ما به وجود میاره؟ یک فیلدی برای نوشتن، یک تکست رو میتونیم داخلش بنویسیم. اینپوت با تایپ باتن چی به وجود میاره؟ دقیقاً با ولیو، یعنی همون مقدارش ولیو تو اینپوت ها مقدار است. یعنی اگر من اینجا یک ولیو بنویسم و بنویسم مثلا نیما، تو خروجی نیما هم اونجا نوشته شده اومد، برای من میتونم پاکش کنم، ادیتش کنم یا هر چیزی. برای همین بیشتر نمی نویسن. میگم آره دقیقا اسمش پلیس هولدره که می نویسیم، وقتی روش کلیک میکنیم اون میره، یا تکست رو می نویسیم، تکست به معنی که تکست نوشته میشه اون میره. میگم حالا پلیس هولدر مثلا من میزنم نام حالا تو چجور میخوایی بری؟ یوزر نیم مثلا اوکی؟ همینو میخواست گفتی؟ آره به معنی که تایپ بشه اون اصلا اون مقدار هم حساب نمیشه، هیچی نیست، فقط راه نمایی. ببین قبلا اوائل که اومده بود خوب نبود، تو همه مرورگرا نشون نمیدادیم رو و یا میبینیم 6 تا فیلد تکس اونجاست، خب کدوم نامه کاربری کدوم گذر واژه است، الان بعد اینجا چی رو بنویسم؟ زیاد استفاده نمیکردیم، اما الان همه مرورگرها دارن اون ساپورت میکنن، مخصوصا دیوایس ها موبایل و اینها. برای همین بهترین حالت اون موقع این بود که حتما یک لیبل میذاشتیم کنارش، مینوشتیم که این باکس مربوط به چیه، نام کاربری، گذر واژه است، تلفن همراه چیه. اوکی حالا این دکمه یک ولیو باید براش بنویسیم، مثلا مثل لاگین، مثل ورود یا هر چیزی که دلتون میخواد. این دکمه ببینید تایپ داره اینجا که مثلا اینو بزنی تایپ مثلا تل، ولی این نیست، باید با جی کوئری حتما این رو با جاوا اسکریپت این رو حتما چک کنی. مثلا الان نوشتم تل دیگه درسته و میدونم که باید فقط موبایل وارد کنم، حروفم داره میگیره. آره حتما باید برای شرط بذاری یا حتما باید اینو براش بنویسی که تو باید این کارو بکنی. این چیزایی که اینور جواب نمیده بریم سراغ جاوا اسکریپت بهش دستور میدیم وقتی نمیخواد عمل کنه. اوکی پس تایپ تکست بچا من فارسی مینویسم اینجا، اما درستش رو برام میاره ولی تنبلتون میکنه زیاد استفاده نکنه، تایپ کنید میبینیدش هم تایپش کنید. اینپوت دارم با تایپ کالر، یا اینپوت دارم با تایپ فایل، اینپوت هست با تایپ پسورد رنج هر چیز، اینپوت دارم با تایپ چک باکس،
اینپوت داریم با تایپ من خودم چیزی نمی‌بینم، شما می‌بینید؟ مثلا اینجا زده سرش آدم واو سرش به وجود میاد، نه این نیست، یه باکس مثلا اون فیلد تکست به وجود میاد، نه بعد حتما برش برنامه نویسی کنم. این رنج تو اینجا یه چیز دیگه نمایش میده. بچه ها نگاه کنید، کنترل ها هستن، درسته؟ ما میتونیم از طریق این کالر باکس جعبه رنگی که برامون به وجود آورده، زمانی که روش کلیک میکنیم جعبه رنگ ما چی بشه؟ نمایش داده بشه. بعد رنگ مورد علاقه‌مون رو انتخاب میکنیم، مثلا این، و مقدارش ولیوش میشه کد رنگ این رنگی که انتخاب کردی. خیلی خوبه. مثلا میبینیم به چه درد میخوره، مثلا شما به کاربرت توی وبسایت دسترسی بدی رنگ مورد علاقه‌ش رو بکنه بک‌گراند مثلا پیجش، درسته یه رفرش کنه میره، حرفه‌ای باشه این رنگ رو میگیرید میذارید تو دیتابیس، میگید زمانی که لاگین کرد این فرد کد رنگ بک‌گراندش اینه، میشه خیلی چیز ازش استفاده کنید. یا مثلا خیلی جاوا اسکریپت هم نه، خیلی یه ذره کوچولو سرچ کنید، میتونید تو کوکی مرورگر تو حافظه مرورگر براش بنویسید که بک‌گراندش باید با این بیاد بالا، اوکی؟ با این رنگ بیاد بالا. این اینپوت با تایپ فایل هم میتونید فایل انتخاب کنید برای آپلود، بله. ولیوش میشه چی؟ آدرس اون فایل، بله دقیقا. این هم پسورد، میبینید وقتی تایپ و تکست بذارید دیگه پسورد رو نمیبینید، اما اینجوری نیست. این اسپکت رو بزنید، برید اینجا پسورد و تایپش رو پاک کنید، میبینید چی نوشته شده. ولی بر مرحله اول برای اون فرد خوبه که کناری نفهمه چی داره تایپ میکنه، در صورتی که کوچولو مکس میکنه اگه نگاش کنه میفهمه. تایپ چک باکس با امنیت بفهم، اینپوت با تایپ چک باکس ریا رادیو، نگاه کنید چک باکس رو روش که کلیک میکنه مثل تایگل میمونه، یک بار کلیک میکنه تیک میخوره یک بار دیگه و این طور. اگر چند تا رادیو داشته باشین، مثلا میخواد بگه جنسیت، اینم هستم نمیشه چیکار میکنی؟ باید چیکار کنی؟ آقا جنسیت رو داره میگه مرد یا زن، نمیشه دو تاشو کلیک کرد. نیمش رو اگر یکی بذاری، مثلا بذاریم جندر یعنی جنسیت، زمانی که این دوتا نیمشون یکی باشه یه دونش انتخاب میشه، 100 تا هم باشه نیمشون یکی باشه یکیش انتخاب میشه. میگه میخوای کلاس رو ساعت 8 تا 10 بیای یا 10 تا 12 یا 12 تا 2، خود انتخاب میتونی بکنی براش. بعد این نیمش، حالا اگر یه فور هر چیز بذارید، یه وریابل بذارید براش، یا یه فور بذارید و یک آیدی، بگید این بره تو دیتابیس ذخیره شه بفهمه کجا رو انتخاب کرده. مثلا حالا میگم مثالش رکورد قطع کردم، اینجا رو نگاه کنید، این تایپ تایمه، من میتونم یک تایم رو انتخاب کنم، حالا یه دکمه باشه سیف شه هر چیزی، اوکی؟ دارید کار انجام میدین، سب کنید کپچراتون.